سلام و وقت شما بخیر خوش آمدید به خبرهای این ساعت از تلویزیون ویک امروز روز یک شنبه 25 ماه 1398 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 15 مارچ 2020 میلادی و حال هم توجه کنید به سرخط چند خبر مهم قرنطینه شدن 180 نفر در ولایت جوزجان کشته و زخمی شدن تن در اثر یک درگیری در فاریاب و در اخیر هم منفی بودن تست کرونای دونالد ترامپ تونیا آیدین هستم با مشروع خبرهای این ساعت محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور از طریق ویدیو کنفرانس با والیان شماری از ولایات به خاطر جلوگیری از شیوه ویروس کرونا در کشور صحبت کرد رئیس جمهور کشور گفته است که از همه مهمتر برای مبتلا نشدن برای ویروس کرونا وقایع است این در حال است که تا اکنون هفته مورد مثبت ویروس کرونا در کشور به ثبت رسیده است دو جلسه جداگانه به منظور جلوگیری از ویروس کرونا به ریاست محمد اشرف غنی دایر گردید. ارگر ریاست جمهوری با نشر اعلامیه ای میگوید محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور و چندین مقامات حکومتی از طریق ویدیو کنفرانس با والیان ولایات هیرات، نیمروز، سمنگان، بلخ، کاپیسا و کابل در خصوص تدابیر به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در کشور صحبت نمودند. در این ویدیو کنفرانس رئیس جمهور کشور تاکید بر آن نمود که از برگزاری مراسم مناسبتی به شمول کنفرانس ها, سیمینار ها عروسی ها و سایر مراسمی که تجمعات مردم زیاد است و خطر شیوی ویروس کرونا در آن وجود دارد الا دفع خطر این ویروس جدا جلوگیری صورت گیرد و والیان ولایت های نامبرده در این کنفرانس از آغاز آگاهی های آنها در مورد خطرات و چگونگی جلوگیری از ویروس کرونا یادآوری نموده و هر کدام پلان های آینده شان در مورد جلوگیری و مهار این ویروس گفتند که باید از طریق علما رادیوها تلویزیون ها و غیر آگاهی ها بیشتر و یا افزایش یابد تا همه مردم کشور از چگونگی جلوگیری و مراعات حفظ آگاهی یابند محمد اشرف غنی پس از استماع صحبت های آنان نیز بر افزایش آگاهی های عامه و راه اندازی برنامه های دینی و اجتماعی در مورد وقایه و جلوگیری ویروس کرونا تاکید کرد همچنان رئیس جمهور کشور در یک جلسه دیگر که در آن نیز مقامات دولتی اشتراک داشتند به خاطر راههای جلوگیری از شیوه ویروس کرونا فیصله نمودند تا تمام موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی انستیتوت های دولتی و خصوصی مکاتب های دولتی و خصوصی کورس های آموزشی الاسی عمل سال 1399 تعطیل گردیده و تمدید یا عدم تمدید آن بستگی به وضعیت مرتبط به گسترش شیوه ویروس کرونا در کشور و منطقه دارد 180 نفری که تازه از کشور ایران به ولایت جوزجان آمده بودند در خانه هایشان شدند مسئولان صحت آمه ولایت جوزجان میگویند علایم ویروس کرونا تا اکنون در وجود این افراد دیدن نشده اما با آن هم برای اقدام پیشگیران این افراد قرنطین شدند این در حال است که تا اکنون واقع مثبت ویروس کرونا در این ولایت به ثبت نرسیده است 180 تن از باشنده های ولایت جوزجان که از کشور ایران برگشت کرده بودند در خانه هایشان از سوی ریاست صحت عامه جوزجان قرنطین شده اند اما تا اکنون هیچ علایم ویروس کرونا در این افراد دیده نشده است کشور ایران آمده باشند یا از کشورهای همسایه یک دیگه مثل چین اگر آماده باشه اینا پرسان میکنه و به زوز اینا یک لست تحویل در حدود یک نفر فیلان قرانتین داریم که در دا صحبات مختلف اونا قرانتین شدن قرانتین به این است که اونا از ایران آمدن د بلایت جوزن ولی مرض ندارن اونا به خاطر عرضیابی یا تعقیب تعقیبشون در اون محلات مختلفی که هستن میشه در مدت چهارده روز اونا میباشن مسئولان در ریاست سهت عامه جوزجان میگویند این ریاست برنامه های معلوماتی را روی دست گرفته و آموزش های لازم را به شماری از پرسنل سیهی در این ولایت داده اند سه جوزجان از تمام عدی تمام کارا برنامه دارم گفتم که یک کاریست که همه سکتور ها باید زیده خیلی باشد ما از طریق اجام قاف معرف هم پیام خورا و همچنان از طریق میدیا تلویزیون و رادیو محلی و دیگه شبکه های که در سطح بالا تلویزیون از پیام ها رسانده و باز هم وقت رفت وقت هم هنوز هم این پیام نشر میشه و, مختلف و, مختلف و ای کار ادامه داره محمد جان تمکین مسئول اتحادیه جورنالستان افغان در ولایت جوزجان با ابراز نگرانی میگوید که مسئولان در این ولایت باید این موضوع را جدی بگیرند این بیماری بیماری ساده نیست این بیماری بیماری است که در لابراتوری بسیار زیاد قوی این ویروس دستکاری شده دو نوع اسید دی اضافه شده آمینو اسید و ای خودش به حساب دو نوع آمینو اسید دیگه داره چهار نوع آمینو اسید داره ای و زمانی که داخل بدن میشه با اون دستکاری که صورت گرفته ای مریض از پامن در همین حال باشنده های شهر شبرغان نیز نگرانی هایشان را از شیوع ویروس کرونا ابراز میکنند کنند. با کلی چیزا کمار شدم. موجود... این گفته ها در حال ابراز می شود که تا اکنون سه واقعه مشکوک کرونا در ولایت جوزجان به ثبت رسیده است که یکی آن منفی و دو قضیه دیگر آن در حال بررسی قرار دارد گروه طالبان بالای مرکز ولسوالی المار ولایت فاریاب حمله کردند که در اثر درگیری شش تن کشته و زخمی شدند. کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب به تلویزیون بیگ میگوید گروه طالبان بالای مرکز ولسوالی المار این ولایت حمله کردند که در اثر درگیری نیروهای امنیتی با طالبان چهارتن تن از افراد طالبان کشته شده است. گفته می شود که در این درگیری دو تن از نیروهای امنیتی نیز جراحت برداشتند. در یک درگیری بین نیروهای امنیتی و گروهی طالبان در ولایت فاریاب چهارتن تن از افراد طالبان کشته شدند کریم یورش سخنگوی قمندانی امنی ولایت فاریاب با تلویزیون بیک می گوید شب گذشته گروه طالبان بالای پسته های نیروهای امنیتی در مرکز ولسوالی المار ولایت فاریاب عمله نمودند آقای یورش می افضاید. در نتیجه این عمله چهار تن از افراد طالبان کشته شده و دو تن از نیروهای امنیتی نیز جراحت برداشته است شب گذشته که طالبان مسلح یک حمله تهاجمی و گسترده را بالای پوسته های امنیتی و مرکز ولسوالی المار ما در فاریاب آغاز کرده بود که حمله دشمن با شجاعت و مقاومت نیروهای دلیر امنیتی ما به عقب زده شد که در نتیجه چهار طالب مسلح کشته شد و همچنان مقابل یک نیروی امنیتی که مربوط به امنیت و یک دفاعی ما گروهی طالبان تا اکنون در رابطه با کشته شدن افرادشان در این رویداد چیزی بر ها نگفته است ولایت فاریاب از جمله ولایت های ناامن به شمار می روید که گروهی طالبان در شماری از ولسوالی های آن عملا فعالیت دارد نیروهای امنیتی در ولایات خوست و لوگر هفت حلقه ماین را کشف و خونسا نمودند. قلوردوی 203 تن در با پخش خبرنامه این می گوید نیروهای امنیتی در ولایات خوست و لوگر هفت حلقه ماین را کشف و خونسا کردند. گفته می شود که این ماین ها از سوی مخالفین مسلح دولت برای ضربه زدن به نیروهای امنیتی جاسازی شده بود. نیروهای امنیتی و دفاعی کشور حلقه القماین را در ولایات خوست و لوگر کشف و خونسا نمودن. قلوردوی دسد سه تندر با پخش خبرنامه می گوید نیروهای امنیتی و دفاعی کشور حلقه القماین مختلف را از مربوطات ولایات خوست و لوگر کشف و خونسا نمودن. در این خبرنامه آمده است این ماین ها را گروه طالبان خاطر ضربه زدن به نیروهای امنیتی و مردم ملکی در نقاط مختلف این ولایات جاسازی نموده بودند که توسط نیروهای امنیتی کشف و خونسا گردیده است گروه طالبان در این اواخر به خاطر ضربه زدن به نیروهای امنیتی در نقاط مختلف کشور از روش های گوناگون استفاده می کنن. اما بزرگترین آسیب را مردم ملکی متقبل می شوند توجه کنید به خبرهای خارجی این ساعت. پزشک کاخ سفید می گوید تست کرونای دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا منفی است. آقای ترامپ آخر هفته قبل در ویلای شخصی خود در فلوریدا با هیئت دولتی از برازیل از جمله جائر بلوسونا رو رئیس جمهور این کشور دیدار کرده بود. حالا معلوم شده بعضی از اعضای از این هیئت به ویروس کرونا مبتلا هستند. کاخ سفید میگوید تست کرونا رئیس جمهور آمریکا منفی است پزشک کاخ سفید میگوید تست کرونا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا منفی است شان کانلی گفته است امروز عصر من تاییدیه گرفتم که نتیجه آزمایش منفی است آقای ترامپ آخر هفته قبل در ویلای شخصی خود به نام مار آلاگو در فلوریدا با حیط دولتی از برازیل از جمله ژائر بولسونارو رئیس جمهور این کشور دیدار کرده بود حالا معلوم شده بعضی از اعضای این هیئت به ویروس کرونا مبتلا هستند آقای کانلی گفت یک هفته بعد از شام خوردن با اعضای حیات برازیلی در مار آلاگو رئیس جمهور هیچ علایمی نشان نمی دهد. آقای ترامپ که 73 سال دارد بعد از فاش شدن بیماری شماری از مهمانان در مار آلاگو خود را قرنطینه نکرد چون گفت علایمی از بیماری ندارد قرنطینه داوت طلبانه یکی از اصلی ترین پروتکل های پیشنهادی مرکز کنترل بیماری های آمریکاست که طی آن به تمامی افرادی که در تماس مستقیم با یک مبتلا به ویروس کرونا بوده اند ماندن در قرنطینه داوطلبانه به مدت 14 روز توصیه شده است فرانسیس سوارز شهردار میامی فلوریدا که او هم در جریان سفر به جمهور برازیل با آقای واینگارتن دیدار کرده بود روز جمعه 13 مارچ اعلام کرد که جواب تست کرونای او هم مثبت بوده است سناتور برجسته ی جمهوری خواه لیندزی گراهام هم یکی دیگر از کسانی بود که در مجتمع تفریحی مار آلاگو با حیات برازیلی دیدار کرده بود. او روز پنج شنبه اعلام کرد که برای رعایت احتیاط خودش را به مدت چارده روز قرنطینه خواهد کرد. بعد این ترتیب لینزگ گراهام هم, هم به جمع چند عضو دیگر کنگره پیوست که در یک هفته گذشته به قرنطینه داوطلبانه رفته اند. از جمله سناتور تد کروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تعدیلات در قانون اساسی این کشور را توشیح کرد این تعدیلات به وی اجازه می دهد تا خودش را بار دیگر در سال 2024 میلادی در انتخابات ریاست جمهوری نامزد کند. این در حال است که همه پارلمان های منطقوی فدراسیون روسیه تعدیلات در قانون اساسی این کشور را تصویب کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تعدیلات در قانون اساسی این کشور را توشیح کرد. این تعدیلات به وی اجازه می دهد تا خودش را بار دیگر در سال 2024 میلادی در انتخابات ریاست جمهوری نامزد کند. آژانس خبری انترفکس روسیه این خبر را یک روز پس از آن نشر کرد که همه پارلمان های منطقوی فدراسیون روسیه تعدیلات در قانون اساسی این کشور را تصویب کردند در ماه جنوری ولادیمیر پوتین تغییرات بزرگ در سیاست و قانون اساسی روسیه را اعلام کرد کرملین این تغییرات را تقسیم قدرت رئیس جمهور با پارلمان خوانده است در هفته جاری آقای پوتین که از دو دهه به این سو رئیس جمهور یا صدراعظم روسیه بوده است در پارلمان آن کشور ظاهر شد و از تعدیلات جدید در قانون اساسی حمایت کرد بر اساس تعدیلات جدید محدودیت در قانون اساسی روسیه از بین رفته ولادیمیر پوتین میتواند برای دور سوم در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود کرملین تا هنوز نگفته است که آیا ولادیمیر پوتین در سال 2024 میلادی خودش را نامزد خواهد کرد یا خیر اینک محکمه قانون اساسی روسیه روی تعدیلات تازه غور می کند با این تغییرات در ماه اپریل در روسیه همه پرسی دایر خواهد شد قدرت رئیس جمهور تقویت شده و به قوانین اساسی روسیه نسبت به نرمهای بین المللی اولویت داده خواهد شد به گفته ارتش عراق بیش از سی راکت دیگر به سوی پایگاه نظامی محل استقرار نیروهای ائتلاف بر رهبری امریکا به نیروهای عراقی شلیک شده است این دومین حمله به پایگاه تاجی در عراق در چند روز اخیر است ائتلاف ضد داعش گفته است که سه پرسنل نظامی این ائتلاف و دو عراقی در این حمله مجروح شدند این در حالی است که چند روز پیش در جریان حمله دیگر دو امریکایی و یک بریتانیایی kostásodánt. با گفته ارتش عراق بیش از سی راکت دیگر به سوی پایگاه نظامی محل استقرار نیروهای اعتلاف به رهبری آمریکا و نیروهای عراقی شلیک شده است این دومین حمله به پایگاه تاجی در عراق در چند روز اخیر است مقامات عراقی گفتند که در این حمله شماری از سربازان عراقی و نیروهای پلیس کشته شدند ارتش عراق گفته که آمریکا نباید به هر بهان بدون تایید این کشور دست به هر گونه حمله ای در خاک عراق بزند حملات این چنین معمولا شبانه انجام می شوند اما حمله راکتی امروز در روز روشن رخ داده است پایگاه تاجی در 15 کیلومتری شمال بغداد میزبان نیروهای خارجی اطلاف به رهبری آمریکاست که ماموریت آن آموزش و ارائه مشاوره به نیروهای امنیتی ام عراق است فرماندهی عملیات مشترک عراق گفت که 33 سی موشک کاتیوشا به سوی این پایگاه پرتاب شده است هفت راکت انداز و 24 و راکت بلا استفاده بعدا در آن اطراف پیدا شد ماه گذشته حملاتی علیه مواضع آمریکا در عراق انجام شد پس از آن آمریکا با تلافی به مواضع نیروهای شبه نظامی کتایب حزب الله عراق که به ایران و هستند حمله کرد در این حملات شماری کشته شدند در روز حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد عراق یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین در نزدیکی فرودگاه بین المللی تهران سقوط کرد و 176 سرنشین آن کشته شدند بعدا معلوم شد این هواپیما با پدافند موشکی سپاه پاسداران ساقط شده است فرماندهان سپاه گفتند که فضای پرتنش آن روز و انتظار حمله ای آمریکا باعث بروز خطای انسانی و هدف قرار دادن هواپیما شد و حال هم توجه کنید و آب هوا از چند ولایت کشور و نرخ روز. ده های عزیز این بود خبرهای این ساعت که تقدیمتان شد و برای جلوگیری از شیوه ویروس کرونا از اشتراک در تجمعات جلوگیری و از دستکش و ماسک ها استفاده نمایید